بنام خدا و سلام بر شما بیننده برنامه سرنوشت و گونه زنده با من حاضر سعیدی از نور هستید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نسل جدید افغانستان را نسل تغییر و تحول خوانده، از جامعه جهانی خواست تا با این نسل وارد بحث و گفتگو شود. احزاب و جریان‌های بزرگ سیاسی در هفته جاری روند ثبت نام رای دهندگان را ناقص و تقلب‌زا خوانده و خواهان ابطال این روند و تغییر نظام انتخاباتی شدند. اما آقای غنی با رد این خواسته های احزاب سیاسی گفته بود که احزاب سیاسی کشور را به بحران 40 ساله فرو بردند و نیز آنان را از رأی مردم بی‌نصیب خواند و نمیتوانند از مردم نمایندگی کنند. چیزهایی است که آقای غنی گفت در رابطه با احزاب. واکنش تند آقای غنی به درخواست احزاب سیاسی زمینه ساز تنش میان حکومت و احزاب سیاسی شده و برخی از رهبران سیاسی ادعا کردند که حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات درباره شمار کسانی که برای روند ثبت نام انتخابات ثبت نام کردند دروغ میگویند. باور این رهبران سیاسی حکومت به دنبال تقلب گسترده در انتخابات آینده است. بخش از سخنان آقای غنی روز گذشته در مورد گفتگوهای صلح نیز بود و از طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندند و در انتخابات های پیشرو شرکت کنند. اما امریکا و طالبان با گفتگوی مستقیم با یکدیگر تاکید میکنند. آقای غنی با بیان این مطلب ملت ما دیگر نمیتواند به زندان تاریخ برود گفت. این نسل به آینده روشن امیدوار است و میخواهد زعامت امور را به دست خود داشته باشد. بیشتر بحث میکنیم در همین رابطه با آقای دکتر نادر حساس دبیر حزب افغان ملت، آقای عبدالشکور سالنگی استاد دانشگاه و آقای محمد هاشم فصیحی کارشناس سیاسی. مهمان عزیز خیلی به وقت خوش آمدین. آقای سالنگی بحث را میخوایم با شما آغاز بکنم. در گفتگوهای انتخاباتی بحث های مانند صلح در افغانستان و ختم جنگ نیز اشاره میشه و تاکید میکنه رئیس جمهور بارها که گروه طالبان به صلح بپیوندند و در پروسه انتخابات شرکت کنند و ثبت نام کنند، نامزد شوند برای کرسی های پارلمان. و حالا گفتگوهایی هم وجود دارد که امریکا میخواهد وارد گفتگو مستقیم با گروه طالبان شود که این خواست همیشگی طالبان بود. این بحث ها خیلی این روزها مطرح از دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام احترام خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم تلویزیون نور. خب مباحث خیلی زیاد مطرح است، در خصوص اگر وقت برسه و ما با تمام از اینا خدمت شما توضیحات را بکنم. اولی که بحث انتخابات یک بحث خیلی جدی است و اولا برگزاری انتخابات، که انتخابات باید برگزار شود. یعنی بدون برگزاری انتخابات، هرچند بحران بیشتر ازیه که در افغانستان است، شاید ما نتونیم تصور بکنیم، یعنی عمق بحران دیگه به متای لایه خود رسیده، ولی خب بیشتر ازی وضعیت بحرانی بشه و احزابی که امروز در درون نظام هستن و تا حدودی تحمل میکنن اون چرا که میگذره، اونا هم تاب تحملشون از دست میتن و چین که ایده ازی احزاب شعبات نظامی هم دارن که امکان داره شعبات نظامی از اون سر به شورش برآورده و در کنار از سایر عوامل نامی در افغانستان بخش بزرگی است مردم افغانستان هم که تا حدودی در ثبات بستن میبرن زیر پوش نامی قرار بگیرن. یک بحث است و خود یک نوع به اصطلاح یأس و ناامیدی از اینکه انتخابات برگزار نمیشه و آنچه را که در ذهن مردم تزریق میشه توسط احزاب و توسط گروه ها و جناح ها که گویا حکومت در صدد تقلب گسترده است تا یک پارلمانی هم کاملا دست نشانده در آینده داشته باشه که بیشتر بتونه بنان ابزار از او استفاده بکنه، خود از این مردم هم به یک ناامیدی میبره. تنها امیدی که مردم در افغانستان داره و برای از او جان میتن حالی که نیروهای مسلح ما جمع میکنن رو نمیگم، وقتی که مردم به پای صندوق رای میره، اولا این تصور که یک انفجار امکان داره صورت بگیره و ما پارچه پارچه شم، دومی که اگر از انفجار به اصطلاح انجام نشه شاید کلکا بریده شه که ما دیدیم، ولی باز هم مردم برای از اینکه دیگه امیدی نیست، دیگه راه برای ما نمانده، یعنی ما هر راهی را تجربه کردیم برای رسیدن به یک نظم، به یک ثبات که تمامش به اصطلاح از مردم قربانی گیره و تنها راهی را که مانده که افغانستان میتونه از این طریق به یک ثبات برسه، بس انتخابات است، برگزاری انتخابات است. اولا برگزاری انتخابات پارلمانی که میتونه یک آزمون و محک باشه بر اینکه واقعا این دولت هم اراده داره و هم توانایی داره و هم دوستان بین المللی اراده دارن و به اصطلاح توانایی رو برای دولت میتونن تا این انتخابات تمرکز داشته باشین. آقای سالنگی در این رابطه که حالا بیشتر مردم به این باور هستن که حکومت افغانستان در پی برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه نیز در افغانستان، چیزهایی است که احزاب سیاسی هم مطرح ساختند. حالا تاکید جامعه جهانی
کشورهایی که در افغانستان حضور دارند، خصوصا امریکا، بر انتخاب برگزاری انتخابات آیا بیشتر است و یا هم انگیزه و اراده اوناست که انتخابات این مراحل کنونیش را طی کرده؟ خب هر دو تاش میتونه مطرح باشه. یعنی اولا جامعه جهانی، حالا البته جامعه جهانی که میگیم خیلی به معنای واقعی کلمه جامعه جهانی نیست، هم ایالات متحده است و چند کشوری که دنبال را بشه در افغانستان و سایرین از پروسه بازسازی و نوسازی و سلاحواری افغانستان کنار زده شدن، به خصوص کشورهای مانند روسیه و ایران و بعضی کشورهایی که ما میبینیم اونا باز میرن برای خودشان یک به اصطلاح جیران دیگری شکل میدن. خواست حداقلی این جامعه جهانی است که حداقل ما یک دولت در افغانستان ساختیم تحت عنوان دموکراسی و بزرگترین نمود دموکراسی در برگزاری انتخابات است، در آمدن افراد در رده های قدرت از طریق انتخابات است و الا دیگه معنای دموکراسی معنا نداره. اونا وقتی که برای ملت های خودشان میخوان پاسخ بدن که پولی را که شما میگیرید میره در افغانستان خرج میکنید برای چی میکنید، میگن برای اینکه دموکراسی بسازیم و این مردم از اونان راضی میکنه که تکس و به اصطلاح مالی خود را در این راستا مصرف بکنن. و از طرف دیگه تنها امریکا نیست که ما جامعه جهانی بگیم شاید امریکا نخواهد انتخابات در افغانستان برگزار شود، و اصلا امریکا به دنبال چیزایی است که بدون برگزار شدن انتخابات هم در افغانستان شاید به اونا برسه، ولی اکثر کشورهای دیگری که در کنار امریکا هستن به خصوص در پروسه های بازسازی افغانستان اونا سهیم هستن. یعنی ما فعلا میبینیم جنگ تا امریکا میکنه در افغانستان، دیگرها جنگ نمیکنن، از میدان جنگ خود کنار کشیدن. همین قدرت های اروپایی که در ناتو اینا چند روز پیش جلسه داشتن، اونا تمام هدفشان ایست، نیتشان ایست و پول را که میپردازن با همین نیت که در افغانستان باید پروسه دموکراسی نهادینه شود. و گفتم، عرض کردم که بزرگترین نمود دموکراسی که ما میبینیم عملا وجود داشته باشه در برگزاری انتخابات است. حالا اونا این فرض هم در ذهنشون دارن که در افغانستان ما نمیتونیم یک انتخابات به اصطلاح حد اکثری را در نظر داشته باشیم. اولا تمام جغرافیای افغانستان در اختیار دولت نیست که کل مردم تحت پوشش انتخابات ببره، پس یک انتخابات نسبی به لحاظ اشتراک جمعیت هم اونا در نظر دارن. ولو 50% جمعیت هم در انتخابات اشتراک نکنه، باز هم با 50% جمعیتی که میمونه میتونن به اصطلاح برای این مشروعیت تصور بکنن. خب 50% که به اشتراک نمیکنه اونا از میل خودشون شاید نباشه، مخالفین اونا را اجازه ندن، تحت به اصطلاح کنترل مخالفین باشن. بحث دوم ایست که شفافیت انتخابات هم تاکید خیلی زیاد است بر ای، به خصوص عرض کردم کشورهای غیر آمریکا که انتخابات باید شفاف باشه. ولی خب در افغانستان با چی مکانیزم ابزار شما انتخابات شفاف میسازین؟ امروزه به اصطلاح سیستمای دقیقی که انتخابات به اصطلاح شفافیتش ذریع بشه بالا میبره او سیستما وجود نداره، روندها متوقف شد، مثلا توزیع تذکره و بعض مسائل دیگری. صرفا ما بحث تذکره را که کشیدن تذکره کاغذی، شما تصور بکنید که اگر یک آمار همین لحظه در افغانستان گرفته شود جمعیت افغانستان بالای 70 میلیون میشه به اساس تذکره که توزیع شده، چون به صدها، به هزارها، به لکها تذکره تقلبی توزیع شده. آدمای خیالی، ما قبلا سرباز خیالی و معلم خیالی داشتیم، حالا جمعیت خیالی هم فضل خدا پیدا کردیم از برکت کارهای به اصطلاح ناشنی که انجام میشه. از این جهت اونا توقع دارن که خب ما با این پذیرشی فرض که سیستم در افغانستان ساخته نشده، از اون ذهنیت ها آماده نیست که انتخابات شفاف برنامه را دارن در ساختار سیاسیشان، در مکانیزم هایی که برای افغانستان در نظر گرفتن، استراتژیشان. آیا برگزاری انتخابات خیلی برای اونا اهمیت داره یا از لحاظ رابط بین الملل و درک شما از مسائلی که اونا دنبال میکنن، یا هم کشور به ادامه چنین پارلمان و چنین حکومت مانند حکومت وحدت ملی؟ ما عرض کردم ما باید یک تفکیک امروزه قائل شیم. ایالات متحده یک چیز از افغانستان میخواهد، دولتی که در کابل مستقر است، این دولت باید استقرارش تامین شود، حفظ شود و با کمک آمریکا کار میشه. ترامپ چند سال پیش گفته بود که اگر 2 سال سربازان ما نباشه 2 سال بعدش دیگه افغانستان وجود نداره. پس اونا وجود افغانستان و دولت افغانستان نه در گروه برگزاری انتخابات و نمیفهمم اشتراک مردم در پروسه های ملی و دولت اینا میدانن، بلکه در حضور خودشان میدانن و نیاز هم نیست که بر او مسائل پافشاری بکنن. اما عده دیگری از کشورها که در افغانستان دخالت دارن، تصور از او دیگه از او میگن نه، ما باید پروسه های ملت سازی و دولت سازی و حاکمیت سازی و نمیفهم چیزایی را که یک کشور به رفاه و توسعه میبره باید اونها را بسازیم. و او انتخابات از این خاطر در مسائل در برگزاری انتخابات، در ساختن برنامه بر انتخابات بیشتر کشورهای اروپایی کمک میکنن، ایالات متحده شاید در این مورد کمک نکنه. ملل متحد خودش که پول جمع میکنه و دولت افغانستان میتا، بیشترین تاکیدش بر این مسئله است، چون هم آبرو و حیثیت ملل متحد به عنوان به اصطلاح بزرگترین
طرف بین المللی جمع کنه در افغانستان هست و همین کشورهای اروپایی که برای خودشان و برای اهداف برنامه خودشان به اصطلاح باید جواب بدن برای مردم خود. از این جهت ما یک دو دستگی را میبینیم که ایالات متحده خیلی خیلی دلگر به این است که خیلی راضی به این است که انتخابات برگزار شود، چون عرض کردم نظمی را که میاره و نظم در گره حضور خودش است، ولی دیگرا این نظم در گره حضور نیروهای نظامی خود نمیدونن، بلکه میخوان مردم افغانستان خودشان این نظم دموکراتیک بیارن که امو برگزاری انتخابات و این مسائل باشه. از این جهت در همین دو دستگی است که دولت افغانستان هم میتونه اگه استفاده بکنه، یعنی بیشترین پول آمریکا میده، پس بیشترین به اصطلاح برنامه از طرف آمریکا گرفته میشه، و خب اگر انتخابات سوری و ظاهری هم برگزار شوه که حداقل نشان بدن که اینجا یک دموکراسی برقرار هست و ما تمام زحمات 15 16 ساله ما به هدر نرفته، خب همون چیز برگزار میشه که ما میبینیم چی در گذشته برگزار شده و در آینده هم برگزار میشه. ولی مشکل کلانی که این مسئله به وجود میاره است که در داخل افغانستان یک التهاب به وجود میاره. در داخل افغانستان خب مردم میبینن دیگه، پروسه را میبینن، از نزدیک مشاهده میکنن که در کجای کار به اصطلاح میلنگه و کدام به اصطلاح سوینیت ها در اینجا وجود داره. و بس بزرگش ما در یک جا شدن عذابی دیدیم که تا دیروز در مقابل هم دیگه میجنگیدن. امروز وقتی که آقای حکمتیار در پلو آقای قانونی میشینه، این درد بسیار کلان اینا را به اصطلاح به اسم مشترک رسانده، و اویست که اینا تصور میکنن که از ساختار آینده قدرت توسط هیئت حاکمه که فعلا موجود است اینا بیرون رانده میشن. اهمیتی که جامعه جهانی، امریکا و کشورهایی که در افغانستان سهم فعال دارند در انتخابات و سایر مسائل چقدر از بر این نشست احزاب؟ البته ببینید، عرض کردم نشست احزاب خودش یک چیز میرسانه که نگرانی را بیشتر میسازد در اذهان جامعه جهانی. حالا جامعه جهانی عرض کردم اونایی هستند که فعلا در کنار دولت هستند و اونایی هستند که از کنار دولت رانده شدند. تصور اونایی است که خب وقتی ما میبینیم در افغانستان بعد از 15 سال بزرگترین اعضابی که حتی در حکومت سهیم بودند، بزرگترین شرکای حکومت از گذشته و تا این دم بودند و مشروعیت میدادند حکومت در افغانستان، اونا امروزه به شدت ناراض هستند از این وضعیت. پس ما شکست خوردیم در آن چیزی که در افغانستان میخواستیم انجام بدیم، و امکان داره ایده‌ای از کشورهایی که اونا منتقد جدی ایالات متحده هستند این مسئله رو به عنوان یک دستاویز بگیرن، بگن که خب آمریکا در افغانستان شکست خورده و یکی از شکستاش این است که حالا در درون نظام همسوی وجود نداره، و زمانی که فروپاشی در درون نظام انجام شوه ما دیگه نمیتونیم تنها طالب مشکل اساسی افغانستان بگیم. بزرگترین مشکل اساسی افغانستان میشه عدم همسویی بین گروهایی که او گروها را ما توسط گروها دولت ساخته بودیم، افغانستان ساخته بودیم، جمهوری اسلامی افغانستان میگیم، در گره به اصطلاح حضور از اونها بود. وقتی که اونها امروز از بدنه حکومت بیرون باشن و به این شکل از حکومت انتقاد بکنن و کسانی که در گذشته علی همدیگه صلاح کشیده بودن در کنار هم بیان، پس عمق بحران نشان میده که چند پارچگی و یک فروپاشی عمیق از درون افغانستان. خیلی سپاس آقای سالنگی. آقای اساس، احزاب نشستی داشتن، اونم نشستی تاریخی گفته شد از سوی شماره از رهبران این احزاب، اما از سوی رئیس جمهور خیلی واکنش تند نسبت به این نشست ارائه شد. آقای رئیس جمهور احزاب را ضامین یا کسانی دانست که متضمن 14 البته یا 40 سال بحران در افغانستان هستند، به صراحت این حرف را گفت. احزاب بیریشه هستند کسایی که این خواست را دارند. حالا رئیس جمهور با این حرف ها به دنبال چی است؟ چه چیزی سبب شد که رئیس جمهور عصبانی شود از این نشست؟ و خواست شما آیا یک خواست مشروع نبود؟ خواستی نبود که برای سرنوشت افغانستان خیلی اهمیت داشته باشد؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر همکارای محترم و بینندگان تلویزیون. ببینین، در چند عرصه ما باید تماس بگیریم. اولی که رئیس جمهور میگه که احزاب ریشه مرزمی نداره، هر حزب از خود یک مقررات و یک معیارات داشتن که در وزارت عدلیه باید رجستر شود، و می احزاب با امو پورا کردن امو معیارات در امی وزارت سیاتیامه وزارت عدلیه رجستر است. آلی چی طور گفته میتانیم که یا ریشه مردمی نداره؟ امی احزاب بودن اگر امروز بریازی هر چیز اطلاق میشن که کشور بسیار بزرگ یک ببر نظامی را، یک قوت متجاوز در این وطن یا شکست دادن با شهادت خود، با مایوبیت خود،
با مهاجرت خود. ای که محترم رئیس جمهور میگه که یا چی کردن مگر این چیزی نبود؟ در کابینه دکتر رسیب در دهه دموکراسی از یک وزیر در پوانتون یک محصل پرسان کرده بود که شما برای ما چی کردین؟ او برش گفت که ما برای شما می کردیم که تو امروز از یک صدر اعظم یا از یک وزیر پرسان کرده میتونی که تو چی کردی؟ رئیس جمهور میگه احزاب چی کرده؟ احزاب می کرده که تو امروز میگی دموکراسی، این دموکراسی را احزاب تبلیغ و ترویج کرده، این را احزاب رایج کرده، این را جامعه مدنی رایج کرده. این احزاب، این جامعه مدنی به صفت یک پل در بین ملت و دولت قرار دارد. تمام مصیبت هایی که از طرف دولت به میان میه این را افشا میکنه و دولت از گریبان میگیره. یک منقول است که در یک مملکت اگر سیاست مدارای ازی هوشیار باشد، بیدار باشند، ملت از او بیدار است. هر ناکردگی که دولت میکنه سیاست مدارای هوشیار او را از گریبان میگیره و ملت بیدار میسازه. امی احزاب است که ملت بیدار ساخته. دیگه شما ببینین که دکتر صاحب غنی از در جامعه بورژوازی و سرمایه‌داری یا درس خوانده و اونجا میگه مدافع دموکراسی هستیم. این چی نوع دموکراسی است که بدون احزاب پیاده شود؟ دموکراسی توسط احزاب پیاده میشه و انتخابات یکی از موضوع بسیار اساسی دموکراسی است. احزاب چی خواست سازی؟ احزاب خواسته که انتخابات باید سری باشه، باید شفاف باشه، سراسری باشه و مستقیم باشه. انتخابات باید تحت نظارت نماینده احزاب سیاسی صورت بگیره. سیستم اسنتیوی که اینجا با ما با احزاب با ائتلاف تاوان میرسه این تعویض کنین با ام دی آر، با این سیستم. احزاب گفته که ما باید در تمام افغانستان وظیفه دولت است که یا باید امنیت تامین کنه، کل مردم باید شرکت کنه. احزاب اینه خواسته. احزاب اینه خواسته که ما مهاجرینی که داریم، بجا شدگان داخلی که داریم، برای از باید زمینی شرکت برابر شوه. این همین احزاب خواسته. احزاب معجزه را نخواسته. این کدام چیزی از این ناشده نیست؟ کدام چیزش با بحران بره؟ اما میگه وقتی کافی وجود نداره بحث های از این قبیل، حالا پروسه را شما، پروسه ثبت نام رای دهندگان را باطل اعلان کردین، یک پروسه غیر مؤثر اعلان کردین با وجود که هزینه خیلی زیاده در این رابطه مصرف شده. کمیسیون مستقل انتخابات هم همسوز با ریاست جمهوری و میگه که این جفاز بر حق ملت و مردم افغانستان. این بحثی است که متاسفانه در موجودیت نماینده احزاب هیچ وقتی نگفته. امی مسئله را که ما خدمت شما عرض کنیم، این شش، هشت، هفت ماه میشه که مسلسل با کمیسیون انتخابات، با یوناما، با سفارت انگلیس و امریکا، دو دفعه با خود رئیس جمهور ما ششتیم و تماس گرفتیم و این مسئله را برای تبلیغ و ترویج و تشریح و توضیح کردیم منافع از او. و فقط رئیس جمهور گفته ما امرای کمیسیون انتخابات موضوع را مطرح میسازیم و کمیسیون انتخابات برای ما گفته که ما مشکلی نداریم. این مسئله یک روزه نیست. این مسئله در یک مجلس در یوناما مطرح شد که سیاد صاحب گفت که ما در 60 میلیون دلار مصرف کردیم مالش طور. جواب داده شد که شما چرا در یک رای که مورد قبول ملت نیست، مورد قبول احزاب سیاسی نیست، مفید نیست، چرا 60 میلیون دلار مصرف کنین؟ نمی کردین. ما احزاب تاکید کرده سری تذکیره الکترونیکی که فرضاً این انتخابات شفاف باشه. قسمی که آقای سالنگی هم اشاره کرد، یک نفر در عموم مجلس یوناما نشان داده شد که 20 دانه تذکیره تنها نام پدر خدا تبدیل کرده بود. شما هم از رسانه مختلف شنیده باشید که استیکرها فروخته میشه، تذکیره فروخته میشه. کسایی که واقع شهید شده و مرده و از بین رفته به نام از واقع پس تذکیره گرفته شده. اینجا کدام کودی استیکرها، اینجا ثبت نیست. چی نمو ما اعتماد کنیم که 9 میلیون یا 8 میلیون یا یک قدر مردم ثبت نام کرده؟
به این اساس است که احزاب پا فشاری سریعی بود که ما صرف انتخابات شفاف می خواهیم، انتخابات درست می خواهیم و انتخابات سراسری را می خواهیم که در هر قسمتی که افغان وجود داره و باید شرکت کرده بیتن و انتخابات مستقیم، یعنی هر کسی خودش حضور باید داشته باشه. ای تو نیه که در خانه یک کسی 1000 تذکر را استیکر زدگی و او بیایه و به این نام و به این نام در اونجا رای انداخته. اینمی اگر ای استدلال درست است یا ای نادرست است، استدلال احزاب است. اما ما نمیفهم آقای رئیس جمهور چرا برای شفته میشه و چرا این مسئله را بالاخره با اینجا میرسانه که احزاب چی کرده؟ یعنی امی تبلیغ و ترویج دموکراسی، امی تلویزیونای مختلفه که میبینی، امی جامعه مدنی، امی اخبارا، امی میزای مداور، ذهن روشن کردن جامعه چی هست؟ این تبلیغ و ترویج دموکراسی. اما میگه دستاورد حکومت هست اینا. چی نو دستاورد حکومت هست؟ علی فضل ما و شما سر یک بحث میکنیم سر کشور خود. مثلا سالنگی صاحب بعضی مسائل تماس گرفتن. مثلا ما میگیم که خوب شاید جامعه بورژوازی بگوین که ما از مالی خود پیسه اینجا آوردیم برای قناعت مردم، خط بگوین که اینجا انتخابات باید صورت بگیره ولو هر چیز باشه. اما ملت ما، احزاب ما، مردم ما این مسئولیت عزیز داره که احزاب انتخابات به انتخابات شفاف باشه، این باید همه سراسری باشه، مستقیم باشه، درست باشه، برای تمام مردم باشه. این ببینین نیروی داخلی در یک پروسه نقش تعیین کننده دارد. احزاب سیاسی، جامعه مدنی، مردم ما در درست کردن این پروسه، در سر و سامان دادن به این پروسه، این نقش تعیین کننده داره. به این اساس ما میگیم که مردم ما است، احزاب ما است، اینمی ما است که در این نقش تعیین کننده داره. تشکر میکنم. آقای فصیحی، آقای رئیس جمهور دیروز سخنان کنایه آمیزی در رابطه با تمام مسائل اشاره داشتند. گفتند که ملت ما دیگر نمیخواهد به زندان تاریخی برگردد و همچنان این نسل به آینده، البته آینده روشن امیدوار است و میخواهد زعامت امور را به دست خود داشته باشد. هدف رئیس جمهور از زندان تاریخ چی است؟ آیا امین احزاب است؟ و اگر این کنایه متوجه احزاب سیاسی است، آیا خود رئیس جمهور که سنان پخته است بزرگسال هستند؟ سلام بر شما مهمانان گرامی برنامه، بیننده های خوب برنامه سرنوشت، درود میفرستیم بر روح پاک شهدای وطن، مخصوصا شهدای حوادث اخیر. ما در یک کشوری قرار داریم که بیشتر در یک کشور نقش احساسات برجسته است تا خرد و تا تعقل. بنابراین اگر شما به دقت مطالعه بکنین، در افغانستان سیاستمدار خوبتر مطرح هست در بین مردم و افکار عمومی که بر نقش احساسات بیشتر تاکید میکنه و از احساسات مردم بیشتر بهره گیری میکنه و استفاده میکنه. انسان ها و اندیشمندانی که روی خرد محوری در جامعه بیشتر متمرکز هست و توجه داره، اینا صدای خاموش هستند و صدایشان خیلی قابل انعکاس نیست و برای همه شنیدنی نیست، یا به عبارت بهتر مورد استقبال قرار نمیگیره. چرا؟ چون نیم قرن هست ما با موج احساسات زندگی کردیم، اونس گرفتیم، علاقه مندی پیدا کردیم. من میال اگر گپ احساساتی بزنم سریعا انعکاس پیدا میکنه، اگر گپ خرد محور بزنم مورد توجه قرار نمیگیره، بسا که مورد انتقاد هم میتونه قرار بگیره. این نکته را به این خاطر گفتم، سخنان آقای رئیس جمهور بله احساسیست. همین را گفتم که جناب آقای رئیس جمهور این وضعیت را درک کرده که در افغانستان اگر یک حرف احساساتی بزنم میتونه موج آفرینی بکنه. با این تعبیر شما باید ببینید خود آقای رئیس جمهور آدم پیرمردی است، اگر درست میگه خودش از زمین کار دست برداره. اگر واقعا معتقد است که نسل جوان میتونه در افغانستان کارساز باشه و مؤثر باشه و در واقع مشکل افغانستان را او گورستان تاریخی به وجود آورده، خودش یکی از امو افراد هست، یکی از برجسته‌ترهای امو افراد است. پیرمرد و کهنسال هست و اینطوریه. حالا این حرف چرا میزنم؟ به خاطر ای که بخش عمده جامعه، چون نسل جوان هست، قشر تحصیل کرده هست
و نیروی اکتیو و فعال جامعه را جوانان تشکیل میده برای که او حریفای سیاسی خود را به گونه چند روز مورد انتقاد رسانه ها و امواج تبلیغات فضای مجازی نسل جوان قرار بده یک حرف احساساتی را زده. هیچ باور نداره. اگر باور دارن چرا گذاشتن که برای فلانی پست، اگر شما میخواید یک پست فوق رتبه را بگیرید میگه 5 سال تجربه. من یکی طرف فارغ شدم، از کجا 5 سال تجربه پیدا کنم؟ 12 سال درس خواندم، دیپلم گرفتم، 4 سال درس خواندم، لیسانس گرفتم، 2 سال درس دیگه خواندم، فوق لیسانس گرفتم، 4 سال دیگه درس خواندم، دکترا گرفتم. کنیم عمر ما بیشتر نیست. من 10 سال تجربه کاری از کجا پیدا کنم؟ پس ببین این احساساتی است. هیچ کدومش با واقعیت های جامعه روبرو نیست. دقیقاً رئیس جمهور هم با توجه به نشستی که سران احزاب داشتن آمدن یک فضای را خلق کردن و استفاده هم کردن. اتفاقا شما فضای مجازی را اگر مطالعه کنین میبینین نسل جوان احزاب را مورد هجمه قرار دادن و مورد تبلیغات قرار دادن. آنچه که در ارتباط با احزاب هستن گپای آقای رئیس جمهور خیلی گپای سنجیده شده نیست. آقای رئیس جمهور میگه احزاب بریشه است. چیزی بریشه اینجا باقی نمیمانه. یعنی کشور ما که در یک کشور حالت بحران هست اگر کسی ریشه ای نداشته باشد حذف میشه، در اینجا هیچ جای ماندگاری نیست. حزبی اگر باقی مانده به دلیل از این است که یک ریشه مردمی داشته. اتفاقا شما تاریخ افغانستان رو مطالعه کنید هیچ وقت احزاب به این برجستگی در تاریخ افغانستان نقش آفرینی نکرده. همین احزاب به هر حال بدی هایی هم داشته. با همه بدی هایی را که داشته این کشور را از اشغال یک قدرت متجاوز نجات داده. این کاری است اگر چی کرده. آقای رئیس جمهور میگه که شما در 40 سال احزاب را میگه شما چیکار کردید. حرف دهی است که آقای رئیس جمهور این را به خاطر برجسته میکنه تا سیانمایی کنه که او نقاط ضعفی که احزاب داشته که در افکار عمومی برجسته شه تا مردم سوال نکنن که جناب آقای رئیس جمهور در این 4 سالی که تو حکومت کردی در افغانستان فضای امن بود، کشورهای خارجی هم تو را تأمین میکرد و امکانات در اختیار قرار میداد، تو تانستی چند نفر وزیر خود در کابینه یک بار معرفی کنی تکمیل شد؟ یعنی در مدت 4 سال کابینه به صورت سرپرستی اداره شده، خیلی از پوستا حالا حالت سرپرستی را داره. اینی رو تا مردم ازش سوال نکنه و آمده او طرف دیگر مورد خطاب قرار میده. نشست احزاب خیلی هم ملی بود، احزابی بودند که در کنار هم ننشسته بودند پیش از این، حتی سر ستیز داشتند. حالا متحدان آقای غنی در این نشست حضور داشتند. آیا نبضی امین که حالا متحدان آقای اشرف غنی که در بسیار مسائل همسو با آقای اشرف غنی هستند آمدند در این نشست از این داعیه حمایت کردند، این خودش این یک مسئولیت ملی را نشان میده، حقانیت این احزاب را نشان میده، حقانیت البته این خواستشان را، یا چیز دیگر است آقای فصیحی؟ ببینید در بخش احزاب متاسفانه اینه بخش عظیمی از خواست احزاب خواست درست، یعنی خواست است مطابق با قوانین، مطابق با منافع مردم افغانستان، ولی واقعیت قضیه ای که این خواست ها هم با واقعیت های موجود سازگاری نداره. و ما مشکل دیگه ای ما در اینجا هست که منافع زودگذر ما را یک جا میکنه. این احزاب با هم یک جای نمیمانند. این امروز یک سری مسائل ظاهری اینا را آورده گره زرده آمدن یک خواست را مطرح کردن و خواست خوبی هست. فردا این وضعیت تغییر میکنه. پس فردا این وضعیت تغییر میکنه. همین که شما ببینید همین لابیگری که فعلا وجود داره با انقره، اگر این به ثمر رسید اینمی وضعیت تغییر کرده. چون یکی از کسایی که به صورت محوری در همون جلسه حضور داشت جنبش بود و جنبش صف خود فردا ممکن است جدا کنه. پس یک گپی است. یک گپی دیگه هم است که ما در مباحث احزاب متاسفانه واقع نگری نداریم. ببین شما حالا احزاب در نظر بگیرید که چرا این وضعیت اتفاق افتاد. ما خودم در نشست هایی که کمیسیون مستقل انتخابات داشته به نمایندگی یک حزب حضور داشتم، در نشست اول ملی که در ارتباط انتخابات بود، در نشست دوم ملی که در ارتباط با انتخابات بود، سفارت آمریکا یا نماینده آمریکا وعده داد که ما دستگاه ها و امکانات بایومتریک را در اختیار انتخابات قرار میدیم، دوستایی که در جلسات بودند. اما در نشست سوم همین سفیر آمریکا آمد خودش بعد از یک سال قریب، بعد از 8 ماه که تعلل که همه را مصروف کرد به این وضعیت، آمد که در افغانستان برق نیست، امکانات و ظرفیت استفاده از امکانات وجود نداره.
در حالی که دیروز همین ما یک روز این سالانگاری با کی برمیگرده؟ با آمریکا به نیت شوم آمریکا. همین ما یک گزارش دیروز دارم که همین پروسه امتحاناتی که به خاطر پست های دولتی میخواین بگیرن در یک روز 40,000 نفر را تونستن بایومتریک بکنن در یک روز، تنها در یک کابل. اگر آمریکا واقعا همین امکانات در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میداد، از مدت یک سال به این طرف حالا کمیسیون مستقل انتخابات هیچ مشکلی نداشت و عامل خاص احزاب هم همین مسئله است. بله بله، این مشکل در کجاست؟ پس مشکل مربوط به آقای غنی نیست، یعنی واقع بنانش این است که مشکل به حکومت وحدت ملی، چون این حکومت از خود چیزی نداره. آقای غنی تمام کاره ای وضعیت نیست، یعنی امکانات ما متاسفانه امکانات انتخابات ما که باید از بودجه ملی ما باشد او از بیرون داده میشه. طبیعتا او بیرونی برای این کار خودش برنامه داره و اهداف و ایده‌ای را تعقیب میکنه، نداده اینه میره. رسما علنا در حضور همه ما، خود ما یکی از کسایی بودم که در اون صحنه حضور داشتم که این امکان وجود نداره، ولی هیچ حزبی، هیچ رسانه‌ای، هیچ مجموعه‌ای نیامدن می اعتراض مستقیما علیه سفارت آمریکا کنن و علیه آمریکا کنن که به عنوان یک کشور همکار با ما تعهد سپردی به یک سال پیش، 8 ماه پیش، که امکانات ما در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار بده. میایم حالا اینجا احزاب الان میخوان که میکار شه، کجاست بودیجش؟ از یک طرف ما میگیم 4 سال هست که وقت انتخابات چی گذشته، انتخابات پارلمانی گذشته، ما ضرورتی به انتخابات داریم. خیلی خوب. از طرف دیگر وضعیت امنیتی رو واقع بینانه مطرح بکنیم. حرف خوب است که حکومت باید زمینه را برای حضور همه مردم افغانستان فراهم بتونه. خیلی نمیتون همین 5 قدمی ما و شما ولسوالی خاک جبار پریشه و شما از این رسانه هایتان پخش نکردین، مردم گزارش ندادن که ما در خاک جبار مشکل داریم. ولسوالی خاک جبار در حدود 40 کیلومتر مرکز پایتخت کابل این قرار داره، ولی دسترس حکومت دور است. مگر این همینجی که ششته میشه و اینجا پلیس را نکشتن؟ دوزایی که به اصطلاح حرفه‌ای هستن، نمی خود دل نمی شهر کشیشتیم در چند متری ارگ، وقتی اینی واقعیت است. پس این حکومت حالا زمینه انتخابات سراسری را برای حضور مستقیم همه مردم افغانستان فراهم کردن نمیتونه. این توقع احزاب یک توقعی است که با واقعیت سازگاری نداره، مگر اینکه قبول بکنیم، بیاین بپذیرن که عمر حکومت طولانی بکنن، بپذیرن انتخابات رو برای یک سال دیگه یا بیشتر از او به تأخیر بندازن و بعد هم با جامعه جهانی و با نهادهایی که با افغانستان همکاری دارن و مستقیما وارد یک گفتمان کلان ملی شوند که از دایره حکومت بیرون بیاید، به شکل ملی رو بگیره و یک تعهدات رو اونا در قبال این پروسه جامعه جهانی با نظر سازمان ملل بیتن که با او راهکار ما بیتنیم به اصطلاح زمینه رو واقعا عملی بیست. سپاس آقای فصیح. آقای سالنگی، سخنهای آقای رئیس جمهور خیلی واضح بود که اگر کاندید انتخابات باشه به متحد دیگری ضرورت نداره از احزاب کنونی، با اون واکنشی که داشت نسبت به این احزاب. حالا در روی دیگر تأکید میکنه با اون گفتگوهای سال، آیا این گفتگوهای سال چگونگیش هم مشخص نیست که با حکومت افغانستان را در میز مینشانند؟ حالا بحث های مطرح شده زد نقیص از سوی امریکا که گفتگوها مستقیم باید با طالبان صورت بگیره، اما آقای غنی هم میخواهد قهرمان سال باشه و پیشنهادهای بشایبه در رابطه با پیوستن گروه طالبان با پروسه سال با اونا پیشنهاد میکنه. بالاخره این وضعیت چی را میرسانه آقای سالنگی؟ خب من یک چیز در ادامه صحبت آقای فصیح بگم که در افغانستان اگر ما صحبت های یک نفر از عام خاص بگیریم تجزیه و تحلیل کنیم، 99% مغالطه است، بخصوص مغالطه مصادره به مطلوب و بخصوص مغالطه شخصیتی. برای از اینکه عیب ما پنهان شود ما عیب دیگر را برجسته میسازیم. این یک نوع مغالطه است، مغالطه زبان رئیس جمهور افغانستان یک شخص همگی نیست. همگی کار میکنه، صرفا رئیس جمهور میگه عذاب میکنه، میکنه عذابم برای از اینکه گذشته حالا تاریخ خدا یا هر چی که از پنهان بکنن، میان مثلا عیب 2 سال حکومت خیلی برجسته میسازن، در حالی که اینمی مردم گاهی در حزب، گاهی خارج از حزب، گاهی به عنوان رئیس جمهور، گاهی به عنوان مثلا شهروند عادی در بدبختی از این مملکت علل سوی شریک هستند. همه ما شریک هستیم، پس ما نمیتونیم کسی را ملامت بکشیم و کسی را سلامت بکشیم. ولی خب اگر قرار باشه که گذشته را ما بش کافی با ایبای یک دیگر را برو خم بکشیم، خب آینده ما آینده خوبی نمیباشه و از این مشکلی که فعلا جنون داریم حرکت میکنه. ولی که آقای رجمون میگه که ما نیاز به همکاری سایر اعضا ندارم، خب این را زمانی ما میتونیم
به اصطلاح حقانیت حرف ببینیم که خب یک پروسه شفاف باشه که مردم انتخاب بکنن. حالی که مردم کی انتخاب میکنن کار مردم است. خب مردم افغانستان کسایی هستند که هر روز با گوشت و خون و پوست روی خود تجربه میکنن، تجربه کردن. حداقل ما با عنوان یک آدم 35 سال سن دارم در بخش بزرگی از عملکرد احزابم بودم و امروز هم مثلا 15 16 سال که از دولت جدید میگذرم بودم. قضاوت پیش ما خوب درست است که کی چی کرد و اگر قرار باشه که یک پروسه شفافی باشه انتخاب ما کی باید باشه. یعنی هیچ وقتی برای مردم افغانستان این فرصت داده نشد که انتخابی را که واقعا میخوان بکنن بکنن. پس هر کسی که آمده خدا نماینده مردم گفته، در گذشته عذاب هم بوده و امروز هم بوده. ولی اگه خدمت شما عرض بکنم به عنوان که در ریشه در ساخت جامعه افغانستان داره، همین عذابی که فعلا همین کشش تنظیر یک چتر که دیگر هم چند وقت پیش میزدن در روی یکی دیگر، همینا هم یک پایگاه های مردمی دارن که میان مثلا در صحنه حاضر میشن. خب ما دیدیم آقای حکمتیار از جلال آباد تا کابل آمد، اگر تنها سلار شما حساب میکردین تعدادش از 10,000 بالا بود. آدم خوبان در موتر 5-6 آدم بود. خب اونا آدم هستن دیگه، طرفدار ازی هستن. اگر فرض بکنید که حزب جمعیت یک حرکتی میکنه، خب یک عالم مردم صدای خود بلند میکشه. خب پس این پای ریشه بود. اگر امروز مثلا طرفدارای آقای دوستم و آدم دیگه در شمال افغانستان تحرکاتی انجام بدن، خب این حضور مردم نشون میده. یعنی ما نمیگیم که کسی ریشه داره کسی ریشه نداره. مردم افغانستان گاهن انتخابشون درست نیست، کسی را که با مردم بد کده باز دوباره انتخاب میکنن، گاهن به مردم واقعا اجازه انتخاب درست داده نمیشه و هم عذاب میترسن که اگر ما به مردم به اصطلاح فرصت درست و به اونای واقعی کلمه فراهم بکنیم شاید ما را انتخاب نکنن، هم آقای رزیمو شاید ترس داشته باشه. از این جهت اینا متوسل به مغالطه میشن، چیزی رو میگن که اصلا در عمل تحققش خیلی مشکل است و به اصطلاح حتی فرض بکنید اجازه داده نمیشه به اون نفر که بیاد تصمیم بگیره. یعنی مردم افغانستان به عنوان تصمیم گیری درجه یک همواره لحاظ میشن، ولی هیچ گاهی مردم افغانستان تصمیم گیری درجه یک نبودن. حتی در ملوی جرگاه هم که انجام میشه مردم افغانستان نبودن. شما فرض کنید در ملوی جرگاه پیشتر حتی یک مورد وجود داره که یک ولی خسرو خدا رای کرده به عنوان نماینده مردم. خب اون نماینده توست که خسرت است، نه نماینده مردم. و از گذشته اگه ما حساب بکنیم به می شکل بوده، ولی به نام مردم همه چه ختم شده، همه به اصطلاح خسته و پای مردم شکستانده شده. و عیب از مردم است که صدای خود نمی کشد، عیب از مردم است که نمیگه که کسی واقعا نماینده مردم است و مردم به انتخاب میره و مردم خدمت کرده باشه. ضمن این بحث آقای سالنگی، بحث گفتگوی صلح با طالبان را مطرح ساختم، پرسیدم از شما بلی. آیا میخواهد رئیس جمهور که متحد دیگرش اگر طالبان با پروسه صلح به نزدیکی بپیوندند اونا باشه، یا هم آیا این امکان یا این ابهام و شک و تردید هم وجود دارد؟ دقیقاً یکی از موارد جدیه که امروز بالای از او کار میشه، به خصوص توسط ایالات متحده آمریکا، البته در سطح کلانتر و در داخل افغانستان. اگر قرار باشه که طالبان، مثلا ما یک تجربه خوبی از عملکرد حکومت داشتیم که یک ذره ذهن مردم نسبت به دولت و حکومت به اصطلاح خوشبینانه شد، و این بود که حداقل 3 روز تانستن طالبا را صلاحشان را به اصطلاح از دستشان دشانیشان بذارن. اگر قرار بشه که چنین چیزی محقق شوه، یعنی بخش بزرگی از طالب بیا بگه که خب ما با می حکومت و با می دولت تحت این شرایط ائتلاف یک جا میشیم، و مثلا حالا گفتن که و شما فرمودید که ایالات متحده حاضر شده، البته ترامپ دستور داده بود، حالا میگن ما نکردیم این کار. خب بالاخره یک مسائلی وجود داره. یعنی آمریکا یک همیشه انکار میکرد که ما طالب جنای اصلی تو رسمی طالب دولت افغانستان است. وقتی که می چنین چیزی میگه به این معنی است که امکان داره به او هم عمل بکنه. اگر قرار بشه بخش بزرگی از طالب بیا به پروسه صلح بپیمده، یا حداقل یک آتش بس به اصطلاح دائمی را یا فرض کنید مشروط برقرار بکنه، مردم افغانستان چنان ضربه و آسیب دیدن از طالب و از جنگ و از چی که میگن امی حکومتی که فعلا وجود داره، امی تا زمانی که آدمای زنده هستن امینا برقرار باشن، برای اینکه یک کاری کردن که حداقل طالب ما را نکشه. پس این میتونه به اصطلاح یک ترفند باشه، البته برای برگزار نشدن انتخابات. بله، البته به نظر شخصی خود ما اگر قرار باشه که هر ترفند جان مردم حفظ بکنه، باید اون کار انجام شوه. ولو دموکراسی قربان میشه، ولو قانون اساسی قربان میشه، هر چی که قربانی میشه، او قربانی به او اندازه بزرگ نیست که یک نفر به در افغانستان کشته شوه. و ما امروزه روزانه صدها نفر میبینیم دیگه. ما خودمون 4 تا جنازه را در ولسوالی خود بردیم دفن کردیم که در همین پکتیا کشته شده بودن، شهید شده بودن. و پیشتر گفتن در دل پایتخت، یعنی دولت چنان مصروف است که نمیدونه در دل پایتخت 4 تا دوز جلف شه بگیره که امروز 3 تا به اصطلاح کشته بر جای گذاشتن یوزی دوی پلیس. در 1-2 کیلومتر با
قماندانی امنیه و با وزارت داخله فاصله نداره. عرض میست که به هر طریقی که میشه اگر قرار باشه که جان مردم حفظ شوه، حالا به هر نیتی که یک نفری کار انجام میده، به نظر من خوب است، باید او کار انجام شوه. حالا اینکه اونا چی نیت دارن دوام حکومت، مردم افغانستان صرف یک آرامش میخوان، حتی نان نمیخوان. همین مردم نان نمیخوان، صرف میخوان که ما کشته نشم. پس ببینید مردم تا کجا بلبه پردگاه سوق داده شده. البته شاید دستوری باشه، تصادفی هم نباشه که مردم در یک حالت قرار بگیرن که باید یک انتخابی بکنن که اون انتخاب بر وفق مرادشان نیست، ولی برای از اینکه حداقل به گفته هابس میگه انسان ها آزادی خود فدا کردن برای اینکه به امنیت برسن. اگر ما بتونیم هر چی خود فدا بکنیم به امنیت برسیم، در شرایط حاضری برای ما بهتر از هر چیز دیگری است که امنیت تضمین کننده ثبات دائمی میتونه باشه. ولی به این شکل اگر قرار باشه که ما دستاورد حفظ کنیم، قانون اساسی حفظ کنیم، نمیخوام دموکراسی حفظ کنیم، ولی کشته شده بریم، پس برای چی ما میخوایم اینا رو حفظ بکنیم؟ از این جهت او یک برنامه، اگر ولو برنامه باشه، دو تا فایده داره. اولش فایده ایش ایست که مردم افغانستان از کشته شدن نجات پیدا میکنن که به نظر من بزرگترین دستاورد میتونه باشه. دومیش میتونه باشه که ایالات متحده بزرگترین گروه مخالف مسلح خودشه و دولت مورد حمایت خودشه به اصطلاح سلاحش از پیش میگیره و زمینه مداخله کشورهایی را که با ایالات متحده میخوان در افغانستان به اصطلاح جنگ بکنن، زمینه استفاده از اونها را از بین میبره. فرض کنید امروزه قطعا روسیه، ایران، هر کشوری که همین کشوری که در افغانستان درگیر هستن، اینا از این گروه ها استفاده میکنن برای از اینکه علی ایالات متحده تحرکاتی انجام بدن و به اصطلاح به فرض خودشان ایالات متحده ضعیف و منجر و در نتیجه منجر به اخراج شود. یک فایده برای ما است که حداقل او کشورها از مداخله شان، یعنی راه مداخله شان قطع میشه، زمینه به اصطلاح مداخله شان کم میشه و فایده خوبیش همین است که حداقل ما کشته نمیشیم و مردم دیگه احساس نمیکنن که ما از خونه ببرایم امکان داره شب پس خونه نیاد. تشکر میکنم آقای سالنگی. آقای اساس، برخی از خواست های شما را آقای سالنگی گفت تحقق نمیپذیرند و وقتش نیست که حالا این خواست ها مطرح میشد و میخوایم در رابطه با عملکرد کمیسیون انتخابات نسبت به خواست های شما، حالا واکنش های هم داشت در رابطه با خواست های شما، عملکرد کمیسیون انتخابات یا واکنش کمیسیون انتخابات خیلی تفاوت با ارگ ریاست جمهوری و آقای رئیس جمهور نداره، پس اینجا چی را نشان میدهد به باور شما؟ قبل از اینکه سوال شما را جواب بدیم، یک دو نکته را جبه نظریات جناب فصیح صاحب میگیم که امی ائتلاف و جبهات و یا جبهه بین احزاب سیاسی معنا و مفهوم ایست که هر کسی با حفظ ایدئولوژی خود، با حفظ تشکیلات خود، به خاطر یک هدف مشخص در یک وقت معین یک جا میشه. معنا از این تو نیست که برای دائم یا یک جای باشه. وقتی که امون هدف برآورده میشه، هر کس از خود اهداف داره، استراتژی داره، اصول داره، کار خود پیش میبره. فلهذا جمع شدن احزاب در این هدف مشخص ملی یک دستاورد بزرگ است و این را باید تمجید و تحسین کرد و یعنی تشویق کرد که در همچون مسائل ملی همیشه یا باید موضع‌گیری واحد داشته باشد. و مسئله دوم راجع بزنیم که مرکزی ترین مسئله خاص احزاب اصلا سیستم اسنتیوی تبدیل شدن به MDR بود، یعنی ای که سیستم رای که انتقال نمیشه برای انتقالی صورت بگیره. مرکزی ترین مسئلهش نمی بود و اویست که در وقت انتخابات احزاب یک لیست میده یا من یک لیست باز که نامام نوشته است و یا یک لیست سربسته که تنها حزب است، اونجا رای میگیره. این صرف یک کاری میکنه که از هدر شدن رای جلوگیری میشه. فرضاً یک حزب رای میبره 50,000 و در اینجا 10,000 به 10,000 رای یک وکیل رفته میتونه، این دیگهش به دیگه عضو به دیگه عضو انتقال میشه، 5 نفر از اونجا میره و این بهترین چیز است که ائتلافای زود در پارلمان به میان میه، زود بازی نمیخوره، تطمیع نمیشه و به مقابل مسائلی که ضد ملی باشه موضع گیری کرده میتونه. مرکزی ترین خاصی ازی بود. ماده دومی بود که اگر این الکترونیک صورت بگیره این باید باشه، قسمی که فصیح صاحب اشاره کرد، امریکایی‌ها گفته بودن که اینطور و در این وقت امکاناتش ده 1,000 طبق گفتی فصیح صاحب 40,000 نفر یا الکترونیک کرد و یک کمپانی هندی حاضر شده بود که ما در سیما تمام افغانستان الکترونیک میکنیم.
مسئله دومی احزابی نمی بود، به خاطر شفافیت، به خاطر جلوگیری از غیر شفافیت بوده. مسئله دومیش که نمی پروسه باید تحت نظارت احزاب صورت بگیره، یک نماینده احزاب از شروع پروسه الی آخر پروسه، حتی یک اتاق باید در محل رای شماری اونجا باید موجود باشه که یک نماینده احزاب تحت نظر ازی رای شماری شود. این کدام مسائلش ناممکن بود؟ کدام مسئلهش مثلا وقت و زمان دور میکرد؟ اما مسئله سر عزیز، مسئله سر عزیز که یعنی نمیخواهی که مسئله شفاف باشه. امو پلانا و پروگرامایی که پیش ازی وجود داره به خاطر تحقق ازی کار میکنه. اگر نی احزاب این مسائل تمام سنجیده و به این اساس موضع گیری کرده بودن. تشکر میکنم آقای اساس. آقای فصیحی، میخوام جنبندی را با شما داشته باشم. در کل اگر به خواست احزاب رسیدگی نشه، اینا هشدار دادن که ما انتخابات را تحریم میکنیم. تحریم هم نوش مشخص نیست که از چی نوع تحریم صورت خواهد گرفت انتخابات افغانستان. حالا حکومت افغانستان چقدر مسئول است که به خواست احزاب سیاسی رسیدگی کنه و همین ستیزی که با احزاب سیاسی اثر گرفته این را از برداره و یک نوع مصلحت و همگرایی در رابطه با انتخابات با وجود بیاید؟ گرچه من نشنیدم رسما که احزاب گفته باشه ما تحریم میکنیم. در اعلامیشون چنین آمده آقای اساس شاب دارد. صورت بسیار واضح من نشنیدم. خود در مجموع این گپ است که یعنی ما با اساس مصلحت باید طبق شرایط اقدامات مشروعی مدنی خود با اساس یک مصلحت به پیش میبریم. یعنی از همه احزاب میگن ما از همه امکانات در جهت رسیدن به خواستان خود استفاده میکنیم، ولی واقعیت قضیه این هست که مشکل هست. یعنی اگر احزاب همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت در برگزاری انتخابات نداشته باشد، صرف علمی مقدار که همه همکاری جدی نداشته باشد، این پروسه ملی او انتظاراتی که مردم دنبالش هستند و آرزومند هستند که تحقق پیدا کنه و برآورده نمیتونه. او انتظارات در یک حرکت، در یک پروسه ملی مانند برگزاری انتخابات بسیار ضروری هست که حکومت با احزاب و با سران احزاب با نهادهای زیرداخلی در قضیه به یک تفاهم و به یک اجماع ملی برسیم. ما مشکلات قانونی را هم داریم، مشکلات قانونی را هم داریم. غربی ها متاسفانه به خاطر منافع خاصی که خودشان دنبال میکردن در قوانین، در وضع قوانین انتخاباتی ما نقش و رول برجسته از امو آغاز داشتن، از 83 بیشتر شما بخواین در نظر بگیرید. ما سیستم را در اون زمان سیستم ایسنتوی را داشتیم. این حال پارلمان صلاحیت تغییر سیستم را ندارد. کمیسیون مستقل انتخابات را اگر احزاب طرف میخواین قرار بدن اصلا حق و صلاحیت کوچکترین تغییر را ندارد. نباید تغییر برم کمیشنرهای انتخاباتی. میمان فرمان رئیس جمهوری که فعلا هم همی طبق فرمان رئیس جمهوری داره میشه که او چقدر مشروعیت میتونه داشته باشه، چقدر مشروعیت نداشته باشه، تنها راهکاریه که احزاب با مثلا ریاست جمهوری به یک شکلی به گونه ملی بیاین روی یک وضعیت تفاهم بکنن و زمان هم یقینا، یعنی اگر شما هم امروز تصمیم بگیرید که برای فردا خواست احزاب بخواید برآورده شه، این انتخابات در سال جاری برگزار شده نمیتونه به صورت بسیار طبیعی. ما باید این ظرفیت را یا پیدا بکنن، یعنی احزاب مردم این ظرفیت و تحمل را پیدا بکنن که یک چند ماهی دیگر هم حوصله بکنن، یا از او خواستر شویم ناچارن ناگزیرن بین تن بدیم به همی با این همکاری کنیم که بدتر نشه و خرابتر نشه. تشکر میکنم از حضور شما آقای محمد هاشم فصیحی کارشناس سیاسی، آقای دکتر نادر حساس دبیر حزب افغان ملت و آقای عبدالشکور سالنگی استاد دانشگاه. از حضور شما در این بحث به تشکر. از شما بیننده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید. بقیه وقت خوش. خدا نگهدار.